3545 تومان تقریبا، ولی به همین قیمت هم باز کسی خرید و فروش نمیکنه. قبل از اینکه سیل بیاد این قیمت اینا چقدر بود؟ 8 تومن 7500 فروختیم. الان که حالا بعد از سیل چقدر شده؟ 13 تومن مشکی داره. چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم. فرزاده این هفته رو میریم برام. تشکر آقای فرمودا تا زود نمیریم. به نام خدا، آن مهربان به روزی دادن همه خلق را و آن بخشاینده به گناه آمرزیدن خاص مؤمنان را. بهترین و برترین سلام ها و صلوات ها بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر به آخرین 23 مهر 1391 خوش آمدید. مرهمی بر قلب های داغ دیده، رهبر معظم انقلاب در پیامی جانباختن جمعی از دانش آموزان دختر شهرستان بروجن در سانحه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفتم. در این پیام آمده حادثه اندوهباری که به کشته شدن گروهی و مجروح شدن جمعی دیگر از نونهالان و دانش آموزان عزیز میهن اسلامی منجر شد، موجب تعلم و تأثر شدید این جانب شد. مصیبتی که جز روح و بشارت الهی چیزی توان کاستن از سنگینی آن را ندارد و صبر بر آن موجب بارش رحمت بر قلب‌های داغدیده پدران و مادران و بستگانی است که در این عذاب سوگ نشستند. ایشان برای مجروحان شفای کامل و عافیت و سلامت مسئلت نمودند. 3 دانش آموز بروجنی از بیمارستان مرخص شدند. جزء همون 18 دانش آموز حادثه دیده ی سانحه رانندگی دهدز لردگان بودند که 2 دیگرشون همچنان در مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری‌اند و بقیه در شرف مرخص شدنند. این سانحه ناگوار امروز در جلسه هیئت دولت هم مطرح شد. دولتی‌ها ضمن تسلیت این حادثه و تذکر به مسئولان مربوط برخورد با مقصران رو خواستار شدند. رئیس مجلس هم امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رو مأمور بررسی جزئیات این حادثه کرد. کمیسیون آموزش همین امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از دستاندرکاران راهیان نور جلسه گذاشت و تصمیماتی گرفت. مثلا اینکه باید دستورالعمل‌های برگزاری این اردوها بازنگری بشه. هیئتی هم امروز از طرف وزیر آموزش و پرورش به بروجن اعزام شدند. رئیس کل دادگستری خوزستان هم که از طرف رئیس دستگاه قضا مأمور رسیدگی فوری به این حادثه شده، از همین امروز کارش رو شروع کرده بود. نظرات کارشناسان علت اصلی وقوع حادثه رو بی احتیاطی راننده اتوبوس اعلام کردن. البته اسبابی هم وجود داره، از جمله لغزنده بودن جاده به سبب بارش‌های پاییزی و همینطور شب بودن زمان تردد اتوبوس. امروز همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشته شدن دانش آموزای بروجنی رو به خانواده هاشون تسلیت گفتن. اما بشنوید از پلیس راهور که بعد از سانحه دلخراش رانندگی بروجن برخورد با راننده های متخلف حمل و نقل عمومی رو سفت و سخت‌تر کرده. راننده اتوبوس یا مینیبوس تصادف خسارتی، تصادف جرحی یا فوتی داشته باشه، حتی یک تصادف داشته باشه، این دفترچه رانندگیش باطل میشه و دیگه حق رانندگی در اون وسیله حمل و نقل عمومی رو نداره. پس از طی دوره آموزشی و احراز صلاحیت لازم دوباره پروانهشون بهشون داده میشه. جلسه صریح نمایندگان ملت با وزرای دولت. دستور جلسه بررسی سوال نمایندگان از رئیس جمهور. مجموع سوالاتی که از آقای رئیس جمهور پرسیده شده بود به موضوع ارز و به اصطلاح اولویت بندی کالاها و قیمت گذاری ارز در بازار و نوساناتون برمیگشت. جلسه صریح و سلیسی بود. به نظر من نمایندگان محترم مجلس سوالاتشون رو صریح گفتن، ما هم پاسخ‌ها رو صریح دادیم. جمع بندی دیدگاه نمایندگان رو ما بر اساس آیین نامه داخلی مجلس می باید با اجتماعی که سوال کنندگان خواهند داشت و از کمیسیون‌های مختلف جواب‌هایی که برگشت کرده ارائه خواهند کرد و گزارش خواهند داد
اون وقت جمع‌بندی میکنن. حکایت قیمت‌هایی که در چهارراه بازار دلار و سکه بالا و پایین میرن. اینجا چهارراه استانبول تهران. از دلالان ارز خبری نیست، اما قیمت‌ها در صرافی‌ها با قیمت در مرکز مبادلات حدود 1000 تومان فاصله داره. 3700 تومان بود. چهارشنبه یا پنجشنبه؟ چهارشنبه. الان چنده؟ الان 3545 تومان تقریبا. ولی به همین قیمت هم باز کسی خرید و فروش نمی‌کنه. یه مقدار الان دلار هم در دست دلارا الان فعلا تو پشت پرده مونده. بله. یعنی میگید که به خاطر همین نمیاد پایین. بله. مادام چیزی 2000 دلار اگه بشه بخرم برای مسافرت. فروشمون 1,395,000 تومان نسبت به هفته گذشته که خرید ما 1,500,000 بوده و فروش 1,500,000 1,520,000 تغییر بودن 130,000 تومان داشته که رو به کاهش بوده. سهمیه بنزین 700 تومانی همون 500 لیتر در ماهه. خبری که رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور رسما اونو اعلام کرد. آقای رویانیان، پس چرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از اول مهر بنزین آزاد کارت‌های سوخت رو فقط 300 لیتر شارژ کرده؟ به نظرم کار بیهوده بوده. و شرکت نفت ما اعلام کردیم، ابلاغ کردیم، باید برگردونه. نیازی نیست، هیچ تأثیری نداره. یعنی از 300 لیتر باشه 500 لیتر باشه 2000 لیتر باشه ما اصلا کمبودی نداریم. باید هر چقدر بنزین آزاد هر ماشینی نیاز داره بهش بدن. خواسته های مردم از رئیس جمهور که به صندوق پستی 23 رسیده. الان روی این تورم تنظیم بازار ارز، یه مقدار نظارت روی کارهای فروشندگان، کار بعد ازدواج بعد مسکن، همه اینا رو میدونم، فکر میکنم خودشون بهتر از من میدونن. مشکل ازدواج جوونا واقعا یه طرف میان چون سن رفته بالا، چون نمیتونن طرف زن بگیره با این وضع اقتصادی. ایشون این همه زحمت میکشن بازم زحمت بکشن یه کاری کنن که این گرونی یه خود بیاد پایین‌تر. صرف گرونی هم اختلافات سلیقه‌ای که با هم دارن دودش اتش مردم. رئیس جمهور در حال حاضر باید فکری به حال تورم روانی و تورم زیرساختگی در کشور به وجود اومده باش. مردم همه درگیر این گرونی ها هم دیگه. قابل توجه دانشجوهایی که فقط به دنبال مدرک بعضی دانشگاه ها و آموزشگاه ها هستن. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 77 صدور مدارک معادل کلن ممنوع اعلام شد. حالا این صدور مدارک معادل میتواند توی دانشگاه های دولتی باشه که دفاتر آموزش های عالی آزاد برگزار میکنن یا مؤسسات آموزش عالی آزاد و یا واحد های مثل دانشگاه صنایع معادن، مدیریت صنعتی، اتاق بازرگانی یا دانشگاه امام حسین. یعنی اگر دوره های تحت عنوان دوره های آموزش عالی آزاد باشه، اینها منجر به هیچ مدرک رسمی نخواهد شد. نادری از دوره های MBA هم اسم آورد و گفته مدرک این دوره ها هم مدرک دانشگاهی حساب نمیشه و فقط میتونه در امور اداری و افزایش حقوق به کار بیاد. بهشهر یک هفته بعد از سیل. چند روز الان اینجاییم؟ الان دو روز اینجاییم. اینجا کمبودی داریم؟ مشکل داریم؟ مشکل نداریم دیگه، فقط ما با مثلا چیز داشته باشیم مثلا خودمون روش غذا درست کنیم نمیشه. ما الان غذای امروزمون رفتیم بیرون. منطقه تصمیم گرفتن که در واقع به این شیوه چادر نشینی و چادر خوابیدن رو ادامه ندن و برای مردم بتونن منازل رو اجاره بکنن. هلال عمل اومده چند تا امکانات اولیه یه روزه داده به ما. دیگه خبری نداریم الان. چیزی ندارم. یک جیره تقریبا یک هفته داشتیم، یک هفته انجام شد، الان تقریبا یک هفته تمومه. یک جیره یک ماه براشون داره تنظیم. الان جیره یک ماه است؟ بله یک ماه. اگر نیاز داشته باشن، کم بود داشته باشن، باز میاد بهشون میدیم. پمپ خالی میکنیم، تخلیه میکنیم براشون. چرا با پمپ خالی نمیکنیم؟ جواب نمیده دیگه. انقدر نگاه کنین دیگه، آشغالا میان جلو پمپ نمیتونه بکشه که مکش نداره. مهمترین مسئله آب شرب مردم بود که با همکاری اداره آب و فاضلاب کار انجام شده. تو این گلولای، تو این میکروب ما چکمه می‌خواستیم بخریم. چکمه‌ای که 6000 تومان بود، دیروز همه 14000 تومان خریدن. قبل از اینکه سیل بیاد این قیمت اینا چقدر بود؟ 8 تومان 7500 فروختیم. الان که حالا بعد از سیل چقدر شده؟ 13 تومان مشکی داریم میدیم. وداع با شهدای اقدام تروریستی چابهار. پیکر پاک و مطهر شهیدان آسوده و بزی امروز روی دستان مردم شیعه و سنی شهرستان چابهار تشییع شد. اشعار ما شهادت
دانش آموز بسیجی شهید مرتضی آسوده و دانشجوی بسیجی شهید حامد بزی جمعی که گذشت با شناسایی تروریست از ورودش به مسجد امام حسین چابهار و انجام عملیات تروریستی جلوگیری میکنن، اما خودشون بر اثر انفجار جلیقه انتحاری تروریست به شهادت میرسن. اونطور که دادستان انقلاب زاهدان خبر داده، عوامل این اقدام تروریستی شناسایی و اقدامات لازم برای دستگیری شروع شده. علاوه بر این یک عضو گروهک تروریستی جند و شیطان که قصد انجام عملیات تروریستی در کشور رو داشته در نقطه مرزی ایران افغانستان دستگیر شده. برنامه‌ای برای مذاکره با امریکا نداریم. چیزی به نام مذاکره با امریکا نداریم، ولی بله مذاکراتی داریم در ارتباط با 5+1. در قالب 5+1 هم امریکا هم حضور داره. اگر بحث مذاکره به مفهوم مذاکرات هسته‌ای هست که در قالب 5+1 داره انجام میگیره. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز دیروز ادعا کرده بود اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر توافق محرمانه ایران و امریکا برای انجام مذاکرات مستقیم هسته‌ای. البته مقامات امریکایی هم بلافاصله این خبر رو تکذیب کرده بودند. مذاکرات فشرده برای سوریه بدون ترور و درگیری. فرستادی مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب که بعد از کلی رایزنی منطقی با پیشنهاد آتش بس در ایام عید قربان به دمشق رفته، با رئیس جمهور سوریه به مذاکره نشست. بشار اسد از تلاش‌های خالصانه برای حل بحران کشورش استقبال کرد، البته به شرطی که ابتکارات مطرح شده توقف تروریسم رو همراه داشته باشه. اخضر ابراهیمی بعد از مذاکراتش با بشار اسد از قبول آتش بس عید قربان از طرف معارضان هم خبر داد. لقد اتصلنا ايضا ببعض المسؤولين عن المعارضه في الخارج. معارضان نظام در خارج از کشور و مقامات کشورهای همسایه ایده برقراری آتش بس در خلال عید قربان را ایده بسیار خوبی ارزیابی و از آن حمایت کردند. همزمان با رایزنی‌های اخضر ابراهیمی دو انفجار امروز حلب و دمشق را لرزوند. این انفجارها تعدادی کشته و زخمی داشت. ماجرای تکراری مدارسی که در آستانه سال تحصیلی جدید پلمپ میشن و دانش آموزاش سرگردان. وزارت خونه آموزش پرورش رفتیم، آموزش کل رفتیم، حتی تا ریاست جمهوری هم رفتیم، میگن مدرسه وا نمیشه. از درس عقب موندیم با. از 100% کتابا 20% عقب افتادیم. این مدرسه فنی حرفه‌ای میگن صاحبینش پیدا شدن، مدت ها تو آمریکا بودن، هر جا بودن پیدا ادعا کردن مال ماست. خب الان این بچه‌ها میخوان درس بخونن، چون هم مدرسه‌شون مدرسه فنی حرفه‌ایه، اینا هر مدرسه‌ای نمیتونن برن، اینا باید الان کارگاه داشته باشن. سهم فردی که پلمپ کرده 221 از هنرستان هست. 13000 متر زمین هست که 1200 مترش متعلق به این بنده خدایی که شاکی هستش. به خاطر 1 میلیارد یه هنرستان 100 میلیاردی بسته شده چند ماه. و رژیمی ترین خونه قرن 21. این خونه با حداقل عرض 72 سان و حداکثر عرض 1.22 متر تونسته به عنوان باریکترین خونه دنیا در کتاب گینس ثبت بشه. کل مساحت این خونه 14 متر مربع که ارتفاعش 9 متر و طولش 10 متر و طراحی و ساختش 2 سال و 2 ماه طول کشیده. بورس پله پله به سوی قله، ثبت 20 رکورد در 20 ماه. در هیاهوی کاذب بازارهای رقیب، شاخصهای بورس آرام و مطمئن در مسیر رشد پیش می روند. چرا بازارهای رقیب در کورس با بورس و فرابورس عقب ماندند؟ رمز ثبت رکوردهای پی در پی در بازار سرمایه چیست؟ چرا سرمایه گذاران بازار سرمایه را محفل مطمئن تری برای حفظ و افزایش سرمایهشان می دانند؟ بررسی ابعاد مختلف سرمایه گذاری در بورس و فرابورس امشب در گفتگوی ویژه خبری ساعت 22:45 شبکه 2 سیما. بیست و سی رو تماشا میکنید. فرموندار ماشین سرزده این هفته ما رو به فرمانداری برده. سرزده این هفته رو میریم برامی.
فرمانداری کجاست؟ فرمانداری 500 متر جلوتر. سلام علیکم. تشکر آقای فرماندار. تا ظهر نمیام. اول بریم مرکز شهر. هر جو شما چند تا با مردم مصاحبه کنیم ببینیم اونا مشکلات رو کجاها میدونن، بعد به اتفاق همون جاهایی که میگن. در خدمت شما هستم. پارکاش ضعیفه، پارک کمتر داره. شهر ورامی پارک داره. پارک داره ولی به اون صورت نداره. نکته درستیه. یکی از مشکلات منطقه کمبود سرانه فضای سبز است. البته تو سالهای اخیر چند پروژه خوب شهری کار شده، پارک‌های مناسبی که احداث شده. همه اسیرن، با زن بچه، با اتوبوس، بین راه سوار پیاده، مشکل مال مترو است. در بودجه سال 91 ملی هم رقم حدود 30 میلیارد تومان گذاشتن که انشاءالله کار انجام بشه. جلسه‌ای که با مدیر عامل مترو داشتیم تعهد کردن که انشاءالله تا آخر سال 92 مترو ورامین احداث بشه و به بهره برداری برسه. 92 سردده میاد اینجا. ان شاء الله وعده‌ای که کردن این بوده تا پایان 92. بیمارستان. چیه مشکل؟ اصلا شما این مفتا شما که میرین دکتر متخصص شب نداره. همه عمو میگن. به اتفاق آقای فرماندار میریم بیمارستان مفته. مریض زیاده. پرستارش کمه، دکترش کمه. این موضوع هم پیگیری شد تو مصوبات سفر دوم آقای رئیس جمهور، احداث ساختمان جایگزین بیمارستان مفته مطرح شد، مصوب شد. در بودجه سال جاری هم بیش از 2.2 میلیارد تومان اتحاد ملی براش در نظر گرفته شده که بعد انشالله کار رو شروع بکنن و هزینه بکنن. چهارینیم صبح اومدیم، حالش بد بوده. گاه میگم سرش گیج میره، میگه سرگیجهش رو باید ببرن یه بیمارستان دیگه. رئیس بیمارستان هستن ایشون. بیمارستان متخصص نورولوژی نداره. مریض سرگیجه و اینا هم بیمار نورولوژی هستن. حتما مشاوره داخلی براش انجام شده. که در واقع نه، این متخصصتون چرا نیست؟ نه ندارن، نورولوژی چرا... نداره. نداریم. عرض کردم یکی از ضعف‌ها اینه که پزشکی متخصص منعکس کردیم. ما حتی سه جلسه هم خدمت وزیر محترم بهداشت رفتیم، ایشون هم تشریف آوردن این بیمارستان رو دیدن. هیچ جوری به من رسیدگیری نمی‌کنن. میگن دکتر شاروخی 15 تا شماره داره، باید بری پنجشنبه. من تا پنجشنبه اینو چجوری نگرش دارم؟ کی گفته 15 تا شماره؟ چیزی بریم کلینیک همچه چیزی بریم به اتفاق کلینیک. در هفته سه روز میان برای ویزیت و 15 تا 20 شماره ویزیت میکنن. آیا دکتر شارخی فقط دوشنبه ها نیستن، هر روز در واقع هر روز غیر از هستن؟ نه هستن، در مورد هم میان. درست. حالا تعداد 15 تا رو من خواهید، این همچه چیزی ما نداریم، تعداد نداره. ارتوپدی میاد 40 تا مریض، 50 تا مریض میده. همه ایشون میگه 15 تا. اینجا اومدم عزیز. محدودیت در تعداد ویزیت اینا وجود نداره. ورامین و جز مناطق برخوردار حساب کردن. درسته. پزشک ضریبیکا به ورامین نمیدن. مشکل اینجا هست. آقای فرمانده این باید شما حلش کنید. ما به اتفاق آقای دکتر، به اتفاق نماینده مجلس، خدمت بالاترین مسئول متولی موضوع که خانم وزیر هم باشن، سه مرحله رسیدیم تا به حال. دیگه از این بیشتر نمیدونم چیکار باید بکنم. برنامه سرزده این هفتمون رو دیدید. آقای فرمانده از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید بسیار ممنونم. موفق باشید. ما هم از شما تشکر می‌کنیم. بازم البته میایم سر می‌زنیم ببینیم این جایی که اومدیم وضعیتشون بعداً چگونه. استقبال می‌کنیم از خدمتتون. خوشحال می‌شیم زیارتتون. زنده باشید. متشکرم. سرزده‌های بعدی رو بازم قرار هست به شهرستان‌ها سر بزنیم. مهر ماه هم تموم شد. از نگاهاتون بسیار سپاسگزارم. شب خوش تا فردا شب.